واکنش در برابر طرح 7 ماده دولت همشمول که گفته می شود از سوی سپیدار ارائه شده و در اختیار زلمه خلیلزاد قرار گرفته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. رزاق مامون به نقل از اکرام اندیشمند می نویسد: طرح 7 ماده دولت همشمول که گفته می شود از سوی سپیدار ارائه شده و در اختیار زلمه خلیلزاد قرار گرفته است تا در مورد آن با ارگ مذاکره کند. این طرح در واقع همان نسخه قبلی حکومت وحدت ملی است که با وساطت و فشار جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا بر هر دو طرف در سال 2014 تحمیل شد. زلمه خلیلزاد در قطر به سر می برد و منابع آگاه می گویند به ادامه میانجیگریش میان دو طرف ادامه می دهد. او در صدد اقناع دکتر عبدالله برای ساختن یک حکومت مشترک با اشرف غنی است. خلیلزاد ریاست جمهوری اشرف غنی را غیر قابل بازگشت تلقی می کند و گفته است هر گونه تغییر در رهبری دولت پس از مذاکره بین الافغانی با طالبان و توافق تمام طرف ها می تواند ایجاد شود. مسلماً از نظر رئیس جمهور غنی نیز ریاست جمهوری او قابل مذاکره با جانب دکتر عبدالله عبدالله نیست، هرچند او در روزهای نخست بحران دو تحلیف در صدد تصرف کاخ سفیدار و قصر صدارت توسط قطعات نظامی دولت شد، اما آمریکایی ها مانع وی گردیدند. ارگ پس از آن تلاش کرد تا با جنرال دوستم خلیلی محقق و صلاح الدین ربانی وارد مذاکرات و توافقات جداگانه شود و از این طریق بنبست موجود را بشکند. هرچند به نظر می رسد که این تلاش ها نتیجه نداده است، اما همچنان ادامه دارد. طرح 7 ماده سپیدار در عنوان طرح دولت همشمول که برخی رسانه ها آن را منتشر کردند. مقدمه: متاسفانه به دلیل تقلب گسترده نقض ماده 61 قانون اساسی، نقض قانون انتخابات و طرز العمل های انتخاباتی و عدم رعایت بی‌طرفی کمیسیون های انتخاباتی، بحران انتخاباتی شکل گرفت و انتخابات ریاست جمهوری 1398 در مطابقت با قانون به نتیجه نهایی نینجامید. اکنون مساله اولیای کشور وضعیت حساس کنونی و پروسه صلح ایجاب می کند که این بحران با خودگذری همه طرف ها از طریق توافق سیاسی حل گردد. بنابراین موارد زیر به عنوان طرح راگشا ارائه می گردد: 1. ایجاد شورای عالی رهبری دولت همشمول. هدف: شورای عالی رهبری دولت همشمول به هدف تحصیل اجماع سیاسی و مدیریت پروسه صلح تشکیل می شود. ترکیب: شورای عالی رهبری دولت همشمول متشکل از رهبران، احزاب و تاثیرگذار سیاسی و شخصیت های ملی می باشد. تعداد و اسامی اعضای شورای عالی رهبری دولت همشمول بعداً مشخص می گردد. صلاحیت ها: رهبری امور صلح در کشور، تصمیم گیری در امور کلان سیاسی ملی به شمول اصلاحات انتخاباتی، نظارت از طریق توافقنامه تشکیل دولت همشمول، نظارت از تامین مشارکت ملی در دولت همشمول و تلاش در جهت تامین وحدت ملی. 2. تشکیل دولت همشمول. دولت همشمول دارای رئیس جمهور و صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی است که ریاست جمهوری به یک تیم و صدارت اجرایی یا ریاست اجرایی به تیم دیگر تعلق میگیرد. معاون هر دو تیم در دولت همشمول معاونان ریاست جمهوری و صدارت اجرایی ریاست اجرایی می باشد. حساسیت موجود و ضرورت رسیدن به یک توافق ایجاب می کند که هیچ از یک طرف ها پیشاپیش جایگاه مشخصی را برای خود مفروض نگیرند و جایگاه هر تیم در جریان گفتگو مشخص گردد. رئیس جمهور دولت همشمول مقام ریاست جمهوری در رأس سه قوه قرار دارد و این امتیاز بزرگی است و از این رو هر تیمی که مقام ریاست جمهوری به آن تعلق می گیرد 40% از مقامات حکومتی شامل وزرا، معینان، سفرا، والیها، سناتوران انتصابی و رؤسای مستقل را با در نظر داشت اصل شایسته سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می نماید. مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارتخانه های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می باشد. صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی دولت همشمول
از آن جایی که جایگاه صدر اعظم اجرایی، رئیس اجرایی با رئیس جمهور متفاوت است. هر تیمی که صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی دولت همشمول به آن تعلق میگیرد، 60% از مقامات حکومت شامل وزرا، معینان، والیها، سفرا، سناتوران انتصابی و رؤسای مستقل را با در نظر داشت اصل شایسته سالاری و ترکیب متعادل قومی و جنسیتی معرفی می کند. مشاوریت شورای امنیت ملی، وزارتخانه های امنیتی و کلیدی و ریاست عمومی امنیت ملی نیز شامل این درصدی می باشد. صدر اعظم اجرایی ریاست اجرایی دارای صلاحیت های مشخص در امور مالی شامل مصارف، کودهای احتیاطی و تدارکاتی می باشد. صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و تصمیم اجرایی حکومت در شورای وزیران اتخاذ می گردد. صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی و معاونانش عضو کابینه و شورای امنیت ملی می باشد. 3. صلاحیت عزل و نصب مقامات عالی رتبه. عزل و نصب وزرا، سفرا و رؤسای مستقل به پیشنهاد صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی و تایید و منظوری رئیس جمهور دولت همشمول صورت میگیرد. عزل و نصب معینان، والیها و رؤسا به پیشنهاد اداری مربوطه به تایید و منظوری صدر اعظم اجرایی دولت همشمول صورت میگیرد. رئیس جمهور و صدر اعظم اجرایی در نصب و عزل مقامات عالی رتبه عدلی و قضایی مشترکند و با توافق تصمیم میگیرند. رئیس جمهور و صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی در نصب و عزل مقامات امنیتی مشترکند و با توافق تصمیم میگیرند. 4. مساله ملی. رئیس جمهور و صدر اعظم اجرایی یا رئیس اجرایی در ترکیب شورای عالی رهبری دولت شاملند. پروسه صلح توسط شورای عالی رهبری دولت رهبری می شود. تعیین هیئت مذاکره کننده و تعیین خطوط اساسی و موضوعات مورد بحث در مذاکره بین الافغانی از صلاحیت های شورای عالی رهبری دولت هم شمول است. 5. اصلاحات انتخاباتی. تکنولوژی بایومتریک اگر به صورت درست و مطابق قانون و طرز العمل های انتخاباتی تطبیق می شد، بحران انتخاباتی شکل نمی گرفت. دولت همشمول با توجه به درس‌های آموخته شده باید متعهد گردد که در انتخابات بعدی از تکنولوژی بایومتریک به صورت درست استفاده کند. کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مرتکب نقض قانون شده و استقلال و بی‌طرفی را رعایت نکرده و باعث شکل‌گیری بحران انتخاباتی شدند. اجرات این کمیسیون‌ها توسط دولت همشمول به صورت بی‌طرفانه و مسلکی ارزیابی شده و در صورت اثبات تخطی‌ها، تخلفات و نقض قانون از کار برکنار و به ارگان عدلی و قضایی معرفی می‌شوند. نمایندگان نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات در این بررسی‌ها شامل می باشد. 6. میکانیزم تطبیق. میکانیزم تطبیق به توافق هر دو طرف تنظیم می گردد. 7. توافقنامه. موضوعات این طرح با جزئیات دقیق و کامل در یک توافقنامه ترکیب و به امضای طرف های موافقنامه می رسد. جامعه بین المللی تطبیق درست موافقتنامه را تنظیم می کند. به اعتباری کامل اروپا و امریکا در افغانستان ارگ در یک موقعیت لرزان قرار دارد. طالبان از تعادل با اشرف غنی مطلق امتناع نشان می دهند. از سوی هم انتشار اسلحه در شمال سرعت گرفته است. موضع‌گیری اتحادیه اروپا در همراهی با خلیلزاد و نو اجماع بر تحویل دهی قدرت به طالبان خشم عمومی را برانگیخته است. یونما اتحادیه اروپا و امریکا آمان احساسی را به مردم افغانستان ایجاد کردند که امریکایی ها به کردهای سوریه ایجاد کرد. اما افغانستان کوبای سوریه نیست. 40 سال تجربه تعامل و جنگ دارد. امریکا هنوز یک طرف اصلی جنگ در افغانستان است. با این تفاوت که اکنون جبهه خود را از جنگ با طالبان به اتحاد و کمک به طالبان تغییر داده است. ماموریت مردم افغانستان نبرد برای بقا است. جنگ برای بقا هرگز شکستنی نیست. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر. الله نگهدار.